What's up, Puyun, Mokhtari? It's your favorite doctor, lawyer, teacher, plumber, astronaut, Johnny Sins here. I like your music and your cars and your lifestyle. I hope to see you in the US soon, my man. Let's do a music video together or something. What's up to all the Iranian fans out there? Love you guys and thank you so much for the support. ببین پیپی مختاری، شما الان هرچی پولم مردم خوردی و باید بذاری جمع کنی، این ور اونورم قرض کنی، دو تا دست داری، دو تا پا، چهار تا دیگه هم قرض کنی، سری بری یه شورت آهنی واسه خودت تهیه کنی، یه قفلتابی هم بگیری بزنی روش، چون این توبه میری از اون توبه میریا نیست. این اول از در مهربونی و محبت وارد میشه، بعد میبره خونه‌ش رو اون کفتره که سیگار میکشه رو بهت نشون میده. اون موقع دیگه کل خاندان تو عمر تا هفت جد آباد بعد باید اینجوری گشاد گشاد را برید، در نمیاد کار. فامیلتون رو میذارن گشادیس میان، اون موقع برای خودت بد میشه. هر چند نیاز به معرفی نداره. خانمایی که دنبال لوازم آرایش با کیفیت فوق‌العاده بالا و قیمت مناسب میگردن. کنم اون روزی که شما رفتی دکتر کاتالوگ گذاشته جلوت، گفته این سایزاست، یکی رو انتخاب کن. برگشتی به دکتر گفتی طرح گاو محله رو بزن واسه من میخوام به همه شیر بدم، این سایزا جواب من نی. چه خبرت؟ ساعت شنی ساختی از خودت مادر بزرگ؟ تبلیغات بزنه تو کمره دست فروشای محله ما، جنسای خیلی لاخسری تر از اونی که دستت رو دارن میدن دست ملت، اونو به عنوان اورجینال داری میکنی پاچه مردم. بیام بیلمو بکنم تو پاچه خودت. ساعت شنی دیگه کارمون در اومد، هر رو که خواب بیدار میشیم یه خبر بد. فعالین محیط زیست گفتن آلودگی های هوا باعث کوچیک‌تر شدن میشه. والا ای که خودش همجوری هست کوچیک دیگه، گوش میمونه دیگه کوچیک‌تر. ای میخوای ما سطح توقعمون رو چقدر بیاریم پایین؟ به خدا اگه کوچیک‌تری بشه میکنمش میندازمش جلوی کتی. نخواستم اصلا. این واقعا من بعضی وقتا احساس جهالت میکنم. الان نمیدونم این چیو میگه که داره کوچیک میشه. الان آلودگی هوا رو چه چیزی تاثیر میذاره کوچیکش میکنه؟ عمر ما رو، دنیا رو، درختار رو، شوشای ما چی رو؟ نمیدونم، فکر کنم بعد 5 سال یکی پیدا شده که ویدیوی درست حسابی داده بیرون، دیسخورش ملس نیست. خیلی بی حیایی تو دختر. تو اگه فقط واسط اون مهمه، برو با خر رل بزن، هیچ چی روش تاثیر نمیذاره. هر کاری کنی همون قده. قشنگ کار تو را میندازه. واقعا متاسفم. حیا و عفت در جامعه داره خورده میشه. برده میشه. سلام. خوبی شما؟ می‌خواستم ببینم. روند تکاملی کلوچه اینستاگرام رو مشاهده میکنید که اول جز داداش داداشا بود، یه ریز مثلا امال بم فلان و اینا میشد، بعد شد آب الکلی و چیپس ماستی. اون موقع اصلا یادش نمیومد باهاش چیکار میکنه، آب موضوع آزاد بود همینجوری. بعدم یه زمان از این ویدیوها میداد شیلنگ دستشویی رو دیدی او تا آخر باز میکنه جور اینجوری میشه، اینجوری شد. بعد انقدر کلوچه شیرین و خوشمزه‌ای بود که خیلی از زنبورهای نر اینو تون به تون نیش زدن، خیلی باد کرد، پهناور شد اصلا. بعد بچه‌ها یه سوال داشتم من، حالا با ویدیو کانال بلیت قاره علی صد چنده الان؟ من میخوام برم یه بلیتش رو، یه قیمتش رو واسه ما در میارید ببینیم چه جوریه. بقیه ویدیو رو میخوای ببینید دوبار تپ تپ بزن و ویدیو لایک کن. دل تنها دیگه مهمون نمیاد، نمیاد، نمیاد. خاک تو سرش که نمیاد. چرا نمیاد؟ چرا نمیاد؟ ببین من اصلا به تو دقت میکنم یه جور اسلیپ میشه، انگار یکی سیمشو از برق کشیده. چرا نمیاد؟ من صدا و تصویر تو رو میشنوم احساس میکنم دو کیلو کافور خوردم، احتیاج هست بگم که چرا نمیاد؟ ببین یه پیشنهاد خیلی خوب دارم واسه دانشگاه ها و پادگان های سربازی. شما جای اینکه کافور بریزید تو غذای دانشجوها و سربازهای بیچاره، برید بودجه کافورتون رو بذارید بیبی دوج بخره، پامپ کل پولدار بشید. جای اینکه کافور بخورد من و امثال من بدبخت بیچاره خاک بر سر بدید، دیدن ویدیو این بنده خدا رو روزی سه بار واسه همه اجرا کنید. یعنی روزی سه بار همه باید ویدیو اینو ببینن. دیگه هیچ احساسی به هیچ چیزی نخواهید داشت. حالا چه برسه که به بیاد؟ یعنی خواب زمستانی رو شاخشه، شش ماه بعد شاید یه سلامی بده بره. چرا نمیاد واقعا؟ تو خجالت من شلوار تو رو بخورم آخه. دوبار تپ تپ بزن رو این ویدیو، لایکش کن. دوبار تپ تپ بزن رو ویدیو. دوبار تپ تپ بزن رو ویدیو. بچه ها من و امیر اینجا خدمات فیلر لب انجام دادیم که کاملا راضی هستیم و با دردی قابل تحمل انجام شد. دوستانی که میخوام خدمات زیبایی انجام بدم، من بهتون دونی که پیشنهاد میکنم که کلیه خدمات زیبایی رو دارن. برای اطلاعات بیشتر هم میتونید یه استانبول به اون گندگی مشهورتر و معروفتر از شما دوتا نبود واسه تبلیغات بره اونجا؟ من فقط با جیکسی کار دارم رفیق خود.
خود اصلا جز دارایی های خودم، از اول با من بوده، ناراحتم نمیشه اصلا. تو چرا موهاتو اینجوری کردی جیکسی؟ یا دایرکت بهم توضیح بده ببینم چرا موهاتو شبیه این سگ پا کوتاه کردی؟ استانبول بی صاحب شده، شما دارید خود جولان میدید. ببین صاحب استانبول اون بود اومد اینجا این شد، الان شما اونجا واسهتون داستان درست نشه. یه وقت دل به تبلیغات نبند توی استانبول، بیا درس بخون یه گوهی بشی، ریاضی، دینی، قرآن، ورزش، اینا به دردت میخوره، پول به دردت نمیخوره ها. واقعا من چند وقت جاهل شدم احساس میکنم. مطمئنن رقصیشون یک معنا و مفهومی داری که از درک و شعور ما خارج، ما نمیفهمیم، باید بریم فلسفه و علوم ماورا و طبیعه بخونیم که رقصیشون متازه. آخه من نمیدونم به تو چی بگم، تو راهنمای چپو میزنی بعد میپیچی راست، رقصت اینجوریه، برگرد یکم هم اونوری برقص، آلمیچرت نسوزه، قفلی زدی روی یه ور میچرخی، ترموستاتات خراب میشه. لطفا دوباره تپ تپ بزنید، روی ویدیو لایکش کنید، به پیج ما سر بزنید، کامنت بذارید، بفرستید واسه دوستاتون، اد استوری هم کنید تو، فراموش نشه، مرسی. تو کشور ما آقازاده ها هستن، هر کدوم یه گوشه از سفره انقلاب رو گرفتن و نمیذارن فرصت رو برای مردم عادی که نه پدرشون، عموشون، داییشون، خانوادهشون یه پست دولتی داشته باشه، اون فرصت رو از اونا گرفتن و خودشون، پسراشون، برادرزاده هاشون، فامیلای دورشون، هر کدوم یه گوشه از سفره انقلاب رو گرفتن. اینا رو من میدونم چون ببین هر کسی جز تو این گوهو میخورد، من زیر صداش سوسماس پلی میکردم. هر جا میخوام بیان مثال آقازادگی بزنن، نام درخشان تو مثل آفتابه بلورین میدرخشد، بعد میای راجع به آقازادگی حرف میزنی تو اون شبکه انوگه تیوی، اون انوگه تیوی بزنه به کمرت، اسکلت بدبخت حول. تو آقازاده نیستی؟ تو اگه آقازاده نبودی من الان اینجا نشسته بودم داشتم تو اسکلو دیس میکردم، نصف پول ما رو برداشتی خوردی بردی اسکل. خیلی آدم چون هستی. جونم مدتی یه چیز میخوام بهت بگم ولی ردش نکنی. چیه؟ کنجکاف خیلی وقت تو دلم مونده. خب بگو دیگه کنجکاف. میخوام بگم دیگه نیمه اینستا وقتشه که تنها نباشه. خب یعنی چی؟ الان منظورش چیه؟ یعنی میخوام که با هم ازدواج کنی. وا با من ازدواج میکنی؟ الان من تو شوکم، پرنسس پیشگولی گوگولی مگولی، گوگولی تکشخ اینستای من، دیگه الان وقتشه با من ازدواج کنی. آخه الان چی بگم؟ دیگه نمیخوام چیزی بگی، فقط قبول. باید فکر کنم. نه باید قبول. باید بهش فکر. ببین واقعا کاش روی گوشی یه سریا به جای اپلیکیشن اینستاگرام اپلیکیشن شات نصب بود. آخه جیکسی تو رو چه به ازدواج؟ تو اصلا میدونی زناشویی یعنی چی که اینجوری راجبش صحبت میکنی؟ یا مثل من فکر میکنی زناشویی یعنی زنتو تونتون بشوری؟ اسکول تو باید الان درس بخونی یه گوی بشی جیکسی. تو الان میخوای ازدواج کنی مشقاتو بدی خانومی واسط بنویسه؟ چه کار دیگه از دستت برمیاد اگه ازدواج کنی؟ تپ تپ بزنید، روی ویدیو لایکش کنید، به پیج من سر بزنید، اگه خوشتون اومد اون آبیه رو سفید کنید. پدر که مثلا پارتنر من بوده و تو رو به دنیا آوردیم، بعدن دید که موقعیت کاریش و اینا اینجا اوکی نبود، سنش هم کم بود، خام ناپخته بود و گولش زدن واسه جهانی اینا با گریه و ساری. خب جالب شد ایران رفت اونجا کنسرت بذاره، دختر اونجا خوشنو بکشن واسه چه میدونم افکاری که دارن دیگه لاغوت. رفت ایران پسرم، ولی من و تو نیازی نداریم به کسی که ببین این اکسری که تعریف کردی تا 3 سالگی بچت اوکیه واسش، اگه بگی شاید باور کنه، ولی وقتی اگه یکم بزرگتر بشه برگرده بگه مامان مطمئنی این بابای منه، اونی که داشتی اون بابای من نیست، فیلمت پخش شد، خب مطمئنی اینو اگه بپرسی چی میخوای بگی؟ یا مثلا برگرده بگی خب اگه اینم بابای من نیست، اونی که داشتی از عشقش خودتو میکشتی، اون چی؟ اون بابای منه یا نه؟ بعد اگه بیاد اون یکی آرم ببینه برگرده بگه شاید بابای من اون دزده است که اسمشو اینجا تتو زدی، اون موقع چی میخوای بگی؟ ببین چی؟ من مثلا میگم بهترین جوابی که میتونی بهش بدی اینه که برگردی بگی پسرم من دلم دریاست، زیل درم پهناور، کلن زود پا میدم، دست خودم نیست. شاید افسرده بشه ولی حقیقت رو اگه بهش بگی شاید زودتر باش کنار بیاد. زندگی هیچ کس را مقصر نمیدونم، از خوبان خاطره دارم و از نامردان تجربه. یس yes.
ببین فکر کنم از خوبان همون خاطرات مشترکی رو داری که از بدان داری. مکان جفتشون هم یه جاست رو تخت، فقط من نمیدونم این بدان و خوبانه تفاوتش تو چیه، ولی حدسایی میزنم. فکر کنم بدان صبح جمعه واسط اسنپ میگرفتن که برگردی، خوبان تا شنبه نگهت میداشتن. آخه اسکل اونی که دستت اینجای توه صورته، نه دفتر نقاشی. اصلا دفتر نقاشیه، برو روش تتو بزن، ولی نده دست سکینه 3 سال از کرج واسط بزنه. بابا اون سکینه داره واسه فینال برنامه نقاشی آماده میشه، اینقدر زود بهش اعتماد نکن که برینه تو صورتت.